اعمال فصل 27. وقتی قرار بر این شد که ما از راه دریا به ایتالیا سفر کنیم، پولس و چند زندانی دیگر را به صاحب منصب به نام یولیوس از فرقه اوگوستوس تحویل دادند. به کشتی ادرامیتینی که عازم بندرهای ایالت آسیا بود سوار شدیم و حرکت کردیم و ارسترخوس مقدونی از اهالی تسالونیکی همراه ما بود. روز بعد در بندر سیدون لنگر انداختیم و یولیوس با پولس محبت کرد و اجازه داد که در آنجا به دیدن دوستان خود برود و ضروریات خود را از آنان بگیرد. از آنجا بار دیگر راه دریا را در پیش گرفتیم و چون باد از جهت مخالف می‌وزید از حاشیه قبرس که باد پناه بود عبور نمودیم و پس از گذشتن از آبهای قلیقیه و پنفلیه به میرای لیکیه رسیدیم. صاحب منصب در آنجا یک کشتی اسکندریایی را که عازم ایتالیا بود پیدا کرد و ما را سوار آن نمود. روزهای زیاده و آهستگی پیش می رفتیم و با زحمت فراوان به بندر قنیدوس رسیدیم و چون باد مخالف ما بود جهت دیگر را در پیش گرفتیم و از کنار دماغه سلمونی و ساحل جزیره کریت که پناهگاه بود راندیم. به سختی از آنجا گذشته به نزدیکی های شهر لسایه به محل به نام بندر نیک رسیدیم. مدت زیاده در آنجا گذرانیده بودیم و دیگر ادامه سفر ما با خطر روبرو بود، زیرا مدت زیاده از روز کفاره که در اوایل خزانه است گذشته بود. پس پولس به آنها نصیحت نموده گفت: آقایان، می بینم که سفر ما از اینجا به بعد پر خطر خواهد بود. به کشتی و بار آن خسارت و زیان خواهد رسید و برای خود ما هم تلفات جانی خواهد داشت. اما صاحب منصب برفای ناخدای کشتی و صاحب آن بیشتر توجه داشت تا به سخنان پولس و نظر به این که آن بندر برای اقامت زمستانی نامناسب بود، اکثر آنان صلاح دانستند که از آنجا حرکت کنند تا شاید به فنیقا برسند و زمستان را در آنجا که بندر کریتی و رو به شمال غربی و جنوب غربی است بگذرانند. پس وقت نسیم جنوبی برخاست، به گمان آن که به مقصد خود رسیده اند لنگر کشتی را برداشتند و از نزدیک کناره کریت گذشتیم. اما طول نکشید که باد شدیدی که به باد شمال شرقی معروف است از خشکی به طرف ما برخاست و به کشتی زد و ما قادر نبودیم کشتی را مستقیما در خلاف جهت باد هدایت کنیم. بنابراین خود را به دست باد سپردیم تا با جریان آن پیش رویم. در پناه جزیره کوچک به نام کاودا با زحمت زیاد توانستیم قایق کشتی را به اختیار خود درآوریم. آنان قایق را به کشتی سوار کردند و با تناب اطراف کشتی را محکم بستند و از ترس اینکه مبادا کشتی در جاهای کم عمق خلیج سیرت گیر کند، بادبان کشتی را پایین کشیدند و ما همچنان با جریان باد پیش می رفتیم. باد شدید ادامه داشت به طوری که روز دوم بار کشتی را به دریا ریختند و در روز سیام اسباب و لوازم کشتی را با دست خود به دریا انداختند. روزهای زیاد نه آفتاب به چشم می خورد و نه ستارگان. باد همچنان با شدت می وزید و دیگر هیچ امیدی به نجات ما نبود. وقتی که مدت زیاد بدون غذا را پیمودند، پولس در میان ایشان استاد و گفت: ای دوستان، کاش به حرفهای من گوش می دادید و از کریت سفر نمی کردید تا از این همه ضرر و زیان در امان می بودید. خوب، حالا که این طور شده، از شما می خواهم که خود را نبازید. هیچ ضرر به جان کسی نخواهد رسید، فقط کشتی از دست خواهد رفت، زیرا دیشب فرشته آن خدایی که من از او هستم و او را می پرستم در کنار من استاد و گفت: ای پولس، نترس، زیرا تو باید در حضور امپراتور حاضر شوی و خدا جان همه همسفرانت را به تو بخشیده است. پس آقایان، باید قوی دل باشید، زیرا من به خدا ایمان دارم و می دانم همان طوری که به من گفته است خواهد شد، ولی به کناره یکی از این جزایر رانده خواهیم شد. وقتی شب 14 فرا رسید و ما هنوز در بحیره آدریاتیک از این سو به آن سو رانده می شدیم، نزدیک نصف شب ملاحان احساس کردند که به خشکی نزدیک می شوند. پس عمق پیمایی کردند و به عمق تقریبا 38 متر رسیدند و با فاصله کوتاه دوباره اندازه گیری نمودند و به عمق 27 متری رسیدند و چون می ترسیدند که به سنگ ها بخوریم، 4 لنگر از پشت کشتی در دریا انداختند و دعا می کردند که زودتر روز شود. ملاحان می خواستند کشتی را ترک کنند و
و برای عملی ساختن نقشه خود به بهانه اینکه می خواهند لنگرها را از پیش کشتی و دریا بیندازند، قایق را به آب انداختند. اما پولس به صاحب منصب و عساکر گفت: اگر ملاحان در کشتی نمانند، نجات شما ممکن نخواهد بود. پس عساکر طنابهای قایق را بریدند و آن را رها کردند. کمی پیش از سپیده دم، پولس از همه بازاری خواست که چیزی بخورند. او گفت: امروز 14 روز است که در بلا تکلیفی بسر میبرید و چیزی نخورده اید. تمنا دارم چیزی بخورید، زیرا نجات جان شما بسته به آن است. موی از سر هیچ یک از شما کم نخواهد شد. با این سخنان نان را برداشت و در حضور همه آنان پس از آن که خدا را شکر نمود پاره کرد و شروع به خوردن نمود. پس همه قوی دل گشتند و غذا خوردند. تعداد ما در کشتی جمعاً 276 نفر بود. پس از آن که سیر شدند، بقیه غله را به دریا ریختند تا کشتی را سبک نمایند. وقت صبح شد، ملاحان خشکی را نشناختند، اما متوجه خلیج با ساحل ریگی شدند. تصمیم گرفتند که در صورت امکان کشتی را در آنجا به گل بنشانند. سپس بند لنگرها را بریدند و آنها را در دریا رها کردند و همان موقع بندهای سکان را همشل کردند و بادبان پیش کشتی را به بالا کشیدند و کشتی را یک راست به طرف ساحل راندند. کشتی به یکی از تپه‌های زیر آب برخورد کرد و در آنجا گیر نموده دماغه کشتی ثابت و به حرکت ماند، ولی قسمت عقب در نتیجه برخورد با امواج شدید در هم شکست. در این موقع عساکر فکر می کردند بهتر است زندانیان را بکشند، مبادا کسی از ایشان به وسیله شنا فرار کند. اما صاحب منصب که می خواست پولس را سالم به مقصد برساند، مانع انجام نقشه آنان شد. او امر کرد که اول کسانی که شنا بلد بودند خود را از کشتی به داخل آب بیندازند و خود را به خشکی برسانند، و بقیه یا روی تخت پاره ها و یا روی قطعات کشتی به دنبال آنان بروند. به این ترتیب همه ما صحیح و سالم به خشکی